برای همه ما پیش اومده که حداقل یکی دو بار در زندگیمون دست و پای خودمون رو سوزونده باشیم. سوختگی‌ها خیلی شایع و دردناک هستن و اگر شدید و عمیق باشن میتونن کشنده باشن. تو این برنامه چند تا تکنیک می‌خوایم با هم یاد بگیریم که جز کمک‌های اولیه است برای سوختگی‌ها تا به فرد مصدوم کمک کنیم تا درد و رنج کمتری داشته باشه. سوختگی‌ها میتونه از طریق آب جوش باشه یا از طریق بخار آب جوش که خیلی شدیدتر هست، میتونه از طریق روغن باشه و یا میتونه از طریق زبانه ها و شعله های آتش باشه. سم همکار من میاد اینجا تا یک گریم سوختگی درست کنه روی بازوی فیان. قول میدیم که خیلی دردناک نباشه فیان. زخم ما الان جا آماده هست. اولین کاری که میکنین هول نکنین، اون شخصی رو که آسیب دیده رو از محل دور میکنین، به یه جای امن میبریمش و نگاه میکنین به اون سطحی که سوخته شده. اگر که در نزدیکی های اون لباسی یا جواهرات مثل دستبند، ساعت، انگشتر چیزی باشه از پوست جدا میکنین، ولی اگر به پوست چسبیده باشه، یعنی مثلا اگر اینجا بود و چسبیده بود نباید بهش دست بزنین. الان این ساعت فاصله داره، من میتونم ساعت ازش دور کنم. جواهرات رو خارج کردین، بلافاصله میارینش زیر آب سردی که ترجیحاً اگه آب سرد روان باشه خب خیلی بهتر هست. هر چقدر این آب سرد رو ما بیشتر، البته با فشار نباید باشه، و از بالای زخم میگیریم، یعنی از این ناحیه، حدود 10 دقیقه یا حتی بیشتر میگذاریم. بلافاصله بعد از سوختگی اگه این کار انجام بدیم، التهاب رو خیلی کمتر کنه، درد رو کمتر میکنه، احتمالی که تاول زیاد بزنه کمتر میشه و هم تو جای زخم بدن خیلی کمتر میمونه. اگر که آب سرد نبود و خواستیم از یخ استفاده کنیم، حواسمون باشه که یخ رو مستقیما روی سطح سوخته شده نباید بگذاریم، چون در اون صورت سوختگی از نوع سرد ایجاد میکنه و سطح زخم رو سایده میکنه و خراش میده و تاولها خیلی بدتر میشن. یه سری باورهای غلطی وجود داره که معمولا مردم میگن که چه چیزهایی سوختگی رو بهتر میکنه. ماست، کره، روغن و خمیر دندان که هیچ تأثیری ندارن و باعث میشه زخم سایده و خراشیده بشه و اوضاع رو بدتر میکنه. یه چیزی که تو همه آشپزخونه ها در دسترس هست همون نایلون محافظ غذا هست یا همون کیسه فریزر هایی که تمیز هستن، رو میارین و خیلی آهسته روی سطح سوخته شده قرار میدین، چون این باعث میشه که هم اون رو محافظت کنه از اینکه آلوده نشه و همین که از خشک شدن تاول ها در واقع جلوگیری میکنه. فقط مراقب باشین که این نایلون رو نباید سفت و محکم قرار بدین، چون حالت ساندویچی نباید باشه و تنگ نباید باشه، بلکه همینطور که میبینین شل باشه، فقط روی سطح بگیره. چه سوختگی رو ما تو خونه خودمون میتونیم درمان کنیم؟ این بستگی به سطح سوختگی داره و سطح سوختگی رو ما از طریق کف دست خود فرد مصدوم اندازه گیری میکنیم که اگر به اندازه کف دست باشه که الان اینجا هست یا کمتر از اون، با همین تکنیکایی که امروز یاد گرفتیم میتونیم تو خونه خودمون درمان کنیم. ولی اگر سطح سوختگی بیشتر از این باشه یا عمیق‌تر باشه و شدیدتر، خب باید حتما به اورژانس تماس بگیریم. برای کودکان سطح سوختگی رو به اندازه یک سکه ما در نظر میگیریم. اگر سطح سوختگی در کودکان کمتر از این مقدار باشه، یعنی کمتر از این سکه باشه، در خونه خودمون با همین تکنیک‌ها میتونیم اون رو درمان کنیم. اگر بیشتر باشه حتما باید به اورژانس مراجعه کنیم. خیلی ممنون فیان. ساعتت هم یادت نره. امیدوارم هیچ وقت همچین صحنه رو برو نشین. ولی اگر زمانی پیش اومد که با یه سوختگی روبرو شدین، هول نکنین، خون سردیتون رو حفظ کنین، فرد مصدوم رو به یک جای امن انتقال بدین، سطح سوختگی رو هر چه سریعتر با آب سرد ترجیحاً روان شستشو بدین و سطح اون رو با نایلون محافظ غذا یا پلاستیک فریزر بپوشونید و اگر در رابطه با سطح سوختگی و عمق اون شک داشتین حتما به اورژانس مراجعه کنید.